خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. ماه مرداد، همیهنان گرامی، در میهن ما یکی از پرواقعه ترین ماهای سال هست. در این ماه دکتر شاپور بختیار رو عوامل جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی در پاریس سلاخی کردن و درست در همین ماه یک سال بعد فریدون فرخزاد، هنرمند بسیار محبوب ایرانی، رو به جرم اجرای شوهای سیاسی سه تا از جنایتکاران جمهوری اسلامی تکه پاره کردند. در این ماه آغاز کشتار جمعی همیهنان دگراندیش ما در زندانهای جمهوری اسلامی با فرمان سه خطی روح الله خمینی بود و بسیاری از وقایع تاریخی دیگر، از جمله کودتای 28 مرداد. اما همیهنان گرامی، دکتر شاپور بختیار، من دیشب در برنامه‌ام گفتم ما در طول تاریخ بعد از شهریور 20 4 نخست وزیر داشتیم که اینها اعتقاد داشتند شاه باید سلطنت کنه، نه حکومت، برای حفظ و دوام سلسله شاهنشاهی ایران. این 4 نخست وزیر عبارت بودند از احمد قوام، قوام السلطنه، دکتر محمد مصدق، دکتر علی امینی و شاپور بختیار. اعتقاد بر اینها بر این بود که شاه به عنوان یک سمبل در مملکت و طبق قانون مشروطه حق دخالت در امور رو نداره. سازمان ها، احزاب سیاسی می توانن فعالیت بکنن، برنامه هاشون رو به مردم عرضه بکنن، مطبوعات آزاد باشه، سندیکا ها آزاد، احزاب آزاد، نمایندگان اینها بتوانن شخص مورد نظرشون رو طبق قانون اساسی پیشنهاد بکنن به شاه و او بعد از رأی اعتماد توشیح بکنه سمت نخست وزیر. دکتر بختیار، همیهنان گرامی، یک آزاد مرد بود که در طول زندگیش نشان داده بود که اعتقاد شدید به مردم سالاری داره، یک آدم دموکرات لیبرال، به شدت با دخالت مراجع مذهبی در امور حکومتی مخالفه و اعتقاد داره جایگاه دین مسائل خصوصی است که باید در بین اشخاص باشه و مبلغین مذهبی هم بیان از هر مذهبی تبلیغات دینی بکنن، ولی اجازه دخالت در امور رو نداره. تز دکتر بختیار، تز دکتراش هم همین مسئله عدم دخالت دین در حکومت بود. دکتر بختیار سابقه طولانی داره در مبارزه، چه در نهضت مقاومت ملی فرانسه و چه در جنگ‌های داخلی اسپانیا بر علیه فاشیسم فرانکو. بنابراین زمانی که بسیاری از زمامداران رژیم گذشته در حال فرار از مملکت بودند و حتی محمد رضا شاه در آخرین مصاحبه هاش بارها به این موضوع اشاره کرد که کجا میرید، کجا فرار میکنید، مگه به دلایل جغرافیایی و منطقه‌ای اصلا امکان این هست که مملکت به دست یه عده آدمای
بدون مسئولیت بیفته. او هنوز درک نکرده بود که آخوندا و ملاهایی که در طول دوران سلطنت و برعکس پدرش بسیار دستشون باز بود در امور مملکتی، از جمله در ابتدای بعد از کودتای 28 مرداد آقای بروجردی، بعدم آیت الله کاشانی، بعدم آیت الله بهبهانی، و امکاناتی که برای اینها فراهم بود از طریق اوقاف، از طریق ساواک، کمکایی که به اینا میشد برای مبارزه با احزاب چپ، اینا زمینه رو برای دخالت این ملاها و روزخانها در امور مملکت باز کرده بود. حالا دکتر بختیار شدیداً معتقد بود که به هیچ وجه در طول زمانی هم که در جبهه ملی همکاری میکرد، با وجودی که روحانیون بسیار ارزشمند در جبهه ملی همکارش بودن، از جمله آیت الله سید رضا زنجانی، ولی اعتقادی به مذهب نداشت و معتقد بود هر جا که پای مذهب پیش میاد کارهای مملکت میلنگه. به همین دلیل زمانی که نهضت آزادی در جبهه ملی در یک صف فعالیت میکرد، بیشترین مخالفت ها در شورای مرکزی جبهه ملی بین شاپور بختیار و مهندس بازرگان بود، برای اینکه بازرگان تمام مسائل رو از دید مذهبی نگاه میکرد و دکتر بختیار درست برعکسش. دکتر بختیار یک انسان به تمام معنی سکولار بود و معتقد به مشروطیت. زمانی هم که در مملکت خطر تقریبا همه مملکت رو گرفته بود، همونطور که عرض کردم هیچ کدوم از زمامداران رژیم گذشته حاضر نبودن این فداکاری رو بکنن، دکتر بختیار پا جلو گذاشت. میدونست که از طرف دوستانش نه آزادی روزنامه ها، آزادی بیان و تأسف‌آور همیهنان گرامی که میلیون ها ایرانی مطلقا به صحبت هایی که بختیار میکرد توجه نداشتن. او هشدار میداد، او در جهت مخالف افکار عمومی شنا میکرد. این خطرناکترین ریسکیه که یک سیاستمدار میتونه بکنه. سیاستمدار در جهت خلاف را میرن و شعور جاشو به شعار میده، او در جهت مخالف شنا بکنه، و بختیار این کار کرد. میلیون ها ایرانی بدون این که درک بکنن چه روزهایی رو دارن میگذرونن، فریوف رفتم حضور اعلیحضرت و ایشون گفتن به من که دکتر بختیار میبینم شعارهای مرگ بر شاه جایش رو داده به شعار مرگ بر شما، و دکتر بختیار میگه خدمت ایشون عرض کردم که این درسته، شما سمبولید، طبق قانون مشروطیت شما مسئولیتی ندارید و این دولت و نخست وزیره که باید پاسخگوی مردم باشه، بنابراین وقتی که به نخست وزیر فوش میدن خطری متوجه این بنیادهای شاهنشاهی ایران نیست. بایستی در جبهه داخلی میجنگید با عوامل بیرحمی که فقط برای نابودی مملکت ما بسیج شده بودن، ملاها و روزخانها با اون دروغگویی ها، تبلیغات بسیار پر از حیله و تزویرشون، با یک ارتشی هم روبرو بود که به هیچ وجه به او ایمان نداشت، اعتقاد نداشت، چون این ارتش در طول 50 سال قبلش تمام مدت فرمان بردار بود، ارتشی بود که فقط به شاه اعتقاد داشت، و برای همینم مرحوم دکتر صدیقی به محمد رضا شاه پیشنهاد کرد که چون این ارتش به شما وفاداره، شما از ایران نباید خارج بشید، شما باید برید تو کیش و از اونجا رهبری کنید ارتش رو و اجازه ندید ارتش دخالت کنه در امور سیاسی، ولی در ایران باشید. دکتر بختیار این اختیار رو به خود شاه داده بود، برای اینکه خود شاه میخواست بره، به علت بیماری، به علت ناراحتی هایی که وجود داشت بود اصرار داشت که بره بیرون، و صدیقی قبول نکرد این رو.
بنابراین اینی که یه عده میگن بختیار میخواد شاه رو بیرون کنه، نه، این واقعیت نداره. چون الان تمام شواهد تاریخی از جمله صحبتهایی که شهبانو فرای پهلوی میکنه همه مؤید نظر بختیار بود. بختیار در این 37 روز، همیهنان گرامی، همه اون قولهایی رو که داده بود داشت عمل میکرد. معتقد بود که ساواک بایستی فقط یک دستگاه کسب اطلاعات باشه، نه در امور مملکتی دخالت کنه، نه شکنجه بده، نه زندانها رو پر از عوامل مخالف بکنه. کار ساواک این نیست، کار دستگاه های اطلاعات این نیست. ولی همونطور که میدونید همیهنان گرامی، اون عده که سحر شده آقای روح الله خان خمینی بودن، حتی وزرای شاپور و بختیار رو به وزارتخانه هاشون راه ندادن و دکتر بختیار حکومتش سقوط کرد. همه این وقایع رو دکتر بختیار پیش بینی کرده بود، همیهنانی همه رو میگفت این ملاها و روزخانه ها اینا 1400 سال زیج نشستن برای اینکه قدرت کسب کنه. در قاموس این ملاها و آخوندهای مرتجع هرگز دموکراسی و مردم سالاری وجود نداره. اینا اعتقاد ندارن. آخوندی که در آذربایجان مخالفت میکرد با تأسیس مدارس نوین و مدرن که آقای تربیت در اونجا درست کرده بود، آخوندی که با داور و حکومت زمان رضا شاه مبارزه میکرد اگه زورش میرسید که چرا شما یه دادگستری مدرن رو دارین جایگزین دادگاه شهر میکنید، همین بساطی که الان راه انداختن تو مملکت ما، شلاق و چشم در آوردن و قصاص و اینا، اینا اینی میخواستن. اینا وکیل و دادگاه و هیئت منصف و اینا نمیخواستن. اینا رو در موندن. زمانی که آمدن دانشگاه ها بود، مدارس عالی بود، نمیتونستن منحلش کنن. اینی که هی میگفتن همکاری بین حوزه و دانشگاه، حالا دانشگاه تبدیل کردن به حوزه. میدونید که قبرای شهدای گمنا این همه جا هست، امام مرحولشون چندین 10 هکتار زمین براش درست کردن، دستک و گنبد براش درست کردن، 4 تا 5 تا جنازه توش چال شده. اما دانشگاه تهران میرن گرگر آدم ها رو میارن اونجا چال میکنن برای اینکه بیان سینه زنی کنن، عزاداری کنن، فضولی کنن در کار دانشجو، نذارن دانشجو درس خونه. ولی امام مرحولشون 3-4 تا جنازه بتون 10 هکتار زمین باشه یا 20 هکتار زمین. تمام جاهایی که جز آثار تاریخی و افتخارات میهن ماست، این اراذل و اوباش میخوان تبدیلش بکنن به قبرستان. یه دفعه گفتم هیچ بعید نیست همیهنان گرامی در آینده نزدیکی شما ببینید در تخت جمشید هم سقاخونه درست کردن و نمیدونم جنازه چال کردن. از اینا بعید نیست. کار روزخان همینه. نتیجه اینی که ببینید همیهنان گرامی، لیست وزرای کابینه بختیار رو فقط، حالا قبلی ها رو نه، نگاه کنید. افتخار مملکت ماست، یه عده فهمیده با شعور، آدمای دور دیده، تحصیل کرده، دیپلمات. بختیار سقوط کرد، یک مش اراذل و اوباش، آدم خجالت میکشید عکس اینا رو ببینه. دور و بر امامشون جمع شده بودن عکس گرفتونه هیئت دولت، باور کنید دور و بر رجایی و اینا اومده بودن با امامشون عکس گرفته بودن. آدم خجالت میکشید این قیافه رو میدید. یک مملکت 2500 ساله تاریخ مدون، یک مش کاسه بشقاب فروش، حال بد نیست این شغل، ولی دلیل نیست که یک کاسه بشقابی بیاد بشه نخست وزیر. آقای رجایی میگفت، میگفت بنده جلوی مسجد شاه کاسه بشقاب میفروختم، در مصاحبهش گفته، و یه مدتی هم معلمی کردم. و دیدین که رفت سازمان ملل متحد، پای بوگندوش هم در آورد گذاشت روی تریبون سازمان ملل و گفت من اون رژیم شکنجه داده.
حالا کجاست آقای رجایی بیاد ببینه که انسانهای شریف و 400 ضربه شلاق میزنن بعد میبرن اعدامشون میکنن؟ کجایی آقای رجایی که ببینی این حکومتی که بهار آزادی رو قرار بر میان ما بیاد داره تسمه از گرده این ملت میکشه؟ نه دیگه دینی باقی مونده، چون مردم همش فحاشی میکنن، فرار میکنن. من به شما قول میدم همیهنانی گرامی، اگر الان به طور داوطلبانه به مردم بگن آقا از دین هر کی دلش میخواد درات آزاده، بهتون میگم چه خبره. برای این اینا وحشت کردن، دراویش گنابادی رو آزار میرسونن بهش، زرتشتی ها، باهایی ها، بیشتر از همه باهایی ها، برای اینکه شانس اونا زیادتر داره میشه، چون اونا عضوپذیرن، چون اونا کارشون کار تبلیغ دینیه. الان نگاه کنید در اکثر تلویزیون های لس آنجلس و خارج از کشور تبلیغات شدید مذهبی مسیحی میشه. برای چی؟ برای اینکه استقبال زیاده، میلیون ها ایرانی از دینشون برگشتن. گفتم به شما در هیچ دوره از تاریخ ایران اینقدر آخوند کشی که در زمان این رژیم اسلامی حکومت آقای امام زمان شده سابقه نداره. بی حرمتی به روحانیت، به اون هم مرامای خودشون، هیچ در تاریخ ما سابقه نداره، هیچ زمانی. ولی این رژیم احتیاج داره به این بازی ها، همینطور که احتیاج داره به یه دشمن فرضی. حالا یه داستانی رو براتون بگم، همین یه حرف میاد دو حرف، از بختیار شروع کردیم اومد به جای دیگه رسیدیم. دو تا از معروفترین روزنامه‌نگاران خارجی که یکیشون اسرائیلیه و دیگری آمریکاییه، اینا کتاب جاسوسان ضد آرمگدون رو، آرمگدون پشت پرده جنگ‌های سری اسرائیل رو، دن راویو گزارشگر مشهور شبکه سی بی اس از ایالات متحده و بوسی ملمن ستون نویس روزنامه هارتس اسرائیل به رشته تحریر با مدرک و سند و با مصاحبه با رؤسای سابق موساد و کارشناسان بین‌المللی امور اطلاعاتی، اینا در این کتاب فاش کردن که این کشتار دانشمندان اتمی ایران به وسیله گروه‌های ترور مخصوص اسرائیلی که در خاک ایران بودن، رفته بودن، نفوذ کرده بودن با پاسپورت‌های جعلی بسیار دقیق و برای این دوره‌ها تعلیم دیدن، حتی موتورسیکلتی که برده بودن از خارج با خودشون برده بودن و موقعی هم که آمدن بیرون با این موتورسیکلت ها آمدن بیرون، حتی اون موتورها رو هم نتونستن اینا کشف کنن. و اینا ورزیده ترین مامورین موساد هستن برای کشتن این نوع، برای این برنامه آمدن و 4 تا از این دانشمندان میدونن کشتن، میخواستن 5 تا رو که یکشون نجات پیدا کرد. حالا کار قبیحیه، ولی میخوام براتون فرم برخورد جمهوری اسلامی رو بگم. این کار کردن، این کتاب درآمد، با استقبال عجیبی در دنیا مواجه شد، معلوم شد همش حقیقت داره و با این کمانده های مخصوص اسرائیلی رفتن تو ایران. اینا که میگن ما از رو هوا پرنده ها رو میزنیم و آقای در مسلحه دیوانه از این دروغ ها میگه، رفتن تو ایران، برنامه رو انجام دادن، برگشتن. حالا جمهوری اسلامی دیده آبرو ریزیه دیگه، برای اینکه این عملیات رو خونسا بکنه به اصطلاح خودش و این بیمرزای طرفدار خودش رو به اصطلاح به اونا بفهمونی که اینا دروغ میگن، اومده یه در گرفته و گفته که اینا جاسوسای اسرائیلی هستن که از اسرائیل در نزدیکی تل‌آویو تعلیمات دیدن و با اسلحه‌ای که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و اسرائیلی‌ها در اختیار اینا گذاشتن دانشمندان اتمی رو ترور کردن و ما همه اینا رو سربازان گمنام آقا امام زمان دستگیری کردن. حالا میخوان بکشن دیگه، یه عده رو تو زندان‌ها داشتن، بهانه‌ای نداشتن، میخوان اینا رو بکشن. بعدم بهشون یاد دادن که بیان جلوی دوربین بشین این حرفا رو بزنین. حالا حکومت خودمختار کردستان عراق رو پاشو کشتن وسط،
آذربایجان رو پاشو کشتن وسط، آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم کشتن وسط، فقط برای این که نشون بدن این کتابی که در آمده دروغه و این کمانده های اسرائیلی نبودن که آمدن ایران. دروغ دیگه هم میگن و نگیرم هنناک که نیست گلوی ناره بگیره. تا دلتون بخواد دستگاه های اینا دروغ پردازه، همینطور مرتب دروغ میبافن و خجالت هم نمیکشن. یه دستگاه اومده گفته این آقای سعید مرتضوی در این سازمانی که کار میکنه غیر قانونیه، ایشون باید حداقل دوره مدیریت عالی ارشد رو دیده باشه، در این رشته تخصص داشته باشه، 6 سال کار کرده باشه، نمیدونم فلان فلان فلان. چون ایشون اصلا این تخصص رو نداره، بنابراین گماردن ایشون در این سمت با در نظر گرفتن پرونده‌های قبلیش خلاف قانونه. این دادگاه عدالت اداری تصویب کرد. آقای احمدی نژاد اومده با یه تصویب نامه اسم این سازمان عوض کرده، اینی که مدیر عامل بوده کرده رئیس هیئت مدیره، بعدم گفته حال شامل ایشون نمیشه. ملزم میکنید همین الان گیره به همین راحتی. همینطوره دیگه. این مملکت به این دلیل همه کاراش به بنبست خورده، امور اقتصادی، بانکیش، نفتش، روابط خارجیش. با فضاحت آقای احمدی نژاد داره میخواد بلندش بره عربستان سعودی در یک کنفرانس راجبه سوریه شرکت کنه. 48 نفر از نماینده های اینا رو به عنوان پاسدارا که رفته بودن اونجا تو سوریه گرفتن، 3 تاشون هم کشته شدن. حالا میگن در اثر بمباران های دولتی، ولی خود اینا کشتن. الان قراره در هفته آینده یک جلسه اضطراری در تهران برای کمک به مردم سوریه، یعنی بشار اسد جانی تشکیل بشه. اصلا فکر جون اونا نیستن که این کار اینا جان اون 45-46 نفری که دیگه در دست مخالفین اسد هست به خطر میفته. برای اینا مهم نیست، برای اینا مهم نیستم یعنی. اما گفتگو میکنم با دکتر مسعود نقره‌کار همینان گرامی راجع به ماه مرداد و قطرهایی که در این ماه انجام شده همینان هست. دکتر نقره‌کار همونطور که آگاهی دارید پزشک، ولی بیشترین وقتشو بعد از کارش اختصاص داده به تحقیق و تفحص در مورد مسائل مربوط به ایران. من آدمی به پرکاری دکتر نقره‌کار ندیدم. چندین جلد کتاب نوشته، تحقیقات کرده، مرتبا مقاله می نویسه و ای کاش بقیه ما هم همین نیرو رو می ذاشتیم برای این کارا. دکتر نقره‌کار درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار، ماه مرداد همونطور که خودتون آگاهین و منم چندین بار گفتم، هفته یک گذشتم راجع بهش صحبت کردیم، یک ماه عجیبیه در تاریخ میهن ما، به خصوص بعد از حکومت ملاها و روزخانها بر ایران. این ماه مملو از جنایات و سبوعیت هاییست که این رژیم با دگراندیشان میهن ما کرده، از بختیار شروع میشه تا فریدون فرخزاد تا بسیاری از فعالین سیاسی که در همین ماه یا ماهای قبل و بعدش به دست سربازان گمنام امام زمان تکه پاره شدن. بعد نیست یه اشاره بکنیم دکتر نقره‌کار با اون تحقیقات که شما کردین در مورد این مسائل، و من سوالای دیگه‌م رو در ضمن برنامه از شما خواهم کرد. بفرمایید. بله، همطوری که گفتید به هر حال ماه مرداد یکی از ماه‌های خونین تاریخ ماست، لااقل تاریخ معاصر ما، به ویژه بعد از روی کار آمدن حکومت اسلامی. و خب شما هم اشاره داشتید، دیدم به شاپور بختیار اشاره داشتید و همینطور به فریدون فرخزاد، و من بعد نمیبینم اگر اجازه بدید با یاد و احترام فریدون فرخزاد و یه نکاتی پیرامون ایشون این صحبت کوتاه هم شروع بکنم. حتما در مورد فرخزاد من به این خاطر
مایل هستم که یک صحبتی داشته باشم، برای اینکه به واقع به نوعی خودم در قبال ایشون یک احساس گناه میکنم. میدونید در مورد زندگی و مرگ زنده یاد فریدون فرخزاد، به ویژه قتل وحشیانه او، خیلی گفته شده و خود شما به عنوان یکی از کسانی که از نزدیک با ایشون آشنا بودید بارها در موردش صحبت کردید. حتی کتاب‌هایی نوشته شده که یکی از بهترین کتاب‌ها به گمان من اون خونیاگر در خون هست که شاعر گرامی مانی میرزا عسکری در شناخت و بزرگداشت فریدون فرخزاد نوشته. اما نکته‌ای که من می‌خوام طرح بکنم این هستش که یک کمی متفاوت با این بزرگداشت‌های رایج است و اون شاید بشه گفت نوعی انتقاد به برخورد خود من یا اصلا به طور کلی بخشی از جامعه سیاسی و روشنفکری ما نسبت به شخصیت و رفتار فریدون فرخزاد است در دوران حیاتش. دکتر نقره‌کار اجازه بدید من همینجا یه تذکر دیگه هم بدم. پوران فرخزاد اشاره میکنه در یه مصاحبه با دویچه وله که همین تیپ روشنفکری که بعداً به فریدون فوش میدادن بابت اینکه تو دهنتو باز نکن از خواهرت صحبت کن، اون با تو زمین تا آسمون فرق داره، زمانی که فروغ زنده بود همینا فروغ هم نفی میکردن و وقتی که فروغ مرد و در اون تصادف اتومبیل کشته شد اینا شروع کردن مرثیه خوانی کردن به نفع فروغ، در حالی که اکثرشون مخالف روش فروغ و اون به اصطلاح بازگو کردن مسائلی بود که تا اون زمان جزء خط قرمزا بود. بله بفرمایید. بله به هر حال ببینید به گمان من خب همطور که گفتم بخشی از جامعه سیاسی ما و روشنفکری ما خطای زیادی در این زمینه ها داشته. یه نمونهش همین فریدون فرخزاد هست که خب این خطا به گمان من میتونه یه درسی برای ما باشه. واقعیت اینه که فرخزاد تا موقعی که زنده بود اون بخش از جامعه سیاسی به ویژه چپ ها و مذهبی ها، خود من هم از خانواده چپ میام، بنابراین منظور بیشتر خودم هستم، نه فقط کاراشو جدی نگرفتیم بلکه اونو مورد تمسخر، استهزا و تحقیر و بی‌اعتنایی قرار دادیم کاملا. و خب به یاد داریم ما که چگونه حرکات اونو به عنوان یک شومن باهاش برخورد میکردیم و برخورد سطحی و نسنجیده و به گمان من با پیش‌داوری. دلیلش هم هیچ موقع ما اون موقع بهش فکر نمیکردیم، ولی امروز روشنه که اصلا جامعه ما با پدیده شو و شومنی اصلا آشنا نبود. برای همین خب این فرخزاد شروع کرد چنین مسئله ای رو و تا به حال هم به عنوان یکی از بزرگترین شومنای ما هستش. حرکاتشو جلف میدونید، لوس، حتی بچه پررو، از این مسائل خوش میدادن بهش، در واقع به عنوان القابی بود که به ایشون میدادیم. هرگز ما فکر نکردیم که پس این حرکات، جدا از این که این حرکات بعدها حالا همه ما فرنگیده شدیم و اومدیم اروپا، دیدیم اصلا فرهنگ شو و شومنی بله. وقتی آشنا شدیم دیدیم اینه. اما در مورد فرخزاد هرگز فکر نکردیم که پس اون رفتار و شخصیت و کلام یک شاعر، یک ترانه‌سرا، یک بازیگر و یه هنرمند بسیار پیشرفته، بله، یک خواننده خوب و یک درس خوانده علوم سیاسی هستش. بله. یعنی در واقع خود من بعدم متوجه شدم، دیدم تز فریدون فرخزاد بعد از اینکه در رشته علوم سیاسی درسشو تموم میکنه تأثیر عقاید مارکس بر کلیسا و حکومت آلمان شرقی بوده. درسته. یعنی اصلا ما، خود من به عنوان یکی از فعالین کانون نویسندگان ایران در تبعید، حتی در خارج کشور با آثار ادبی و کارهای سینمایی و کارهای سیاسی این آدم قطع میکنم. شما میدونید که فریدون به زبان آلمانی شعر میگفت، که فریدون بوده که آقای آتابای که در آلمان است، هر دو اینا بزرگترین جوایز ادبی خارجی، یعنی هیچ تا اون زمان سابقه نداشت یه دوتا خارجی بیان اشعاری رو به زبان آلمانی به این سلیسی و زیبایی بگن. در اینسبورگ اولین جایزه نخست این جشنواره شعر و ادبیات رو
فریدون فرخزاد به دلیل سرودن اشعار به زبان آلمانی میگیره که اون زمان روزنامه‌های آلمانی می‌نویسند هرگز سابقه نداشته یک خارجی بتوانه به این زیبایی، اینقدر زیبا ادبیات آلمانی رو عرضه بکنه و شعر بگه که فریدون فرخزاد این کار کرد. ببخشید. تا و رفتار اونها دقیق برخورد کنیم و به گمان من دست از برخوردهای، البته خب اینا ریشه داره این برخوردها، ولی یک کمی دست از برخوردهای بیرحمانه و زودرس نسبت به این نوع افراد برداریم. این یه درس خیلی بزرگی بود که به گمان من جدا از درسهای دیگهی که فریدون فرخزاد داد به لااقل به امثال من و بخشی از جامعه سیاسی و فرهنگی ما داده. آقای دکتر نالکر عزیز، اجازه بدید من در همینجا اشاره بکنم به یک انسان بسیار شریفی در آلمان به اسم آقای قلی‌پور. از نظر سیاسی ممکنه با من اختلاف عقیده داشته باشه، ولی یک انسان واقعیه. این آدم از صبح در هفته 7 روز کار میکنه، تمام مدت کار که میکنه، باور کنید در مورد فریدون فرخزاد این کارهایی که این قلی‌پور کرد برای من حیرت آور بود. میدونید که بعد از 20 سال اینا اجازه، بعد از 10 سال اجازه نمیدن که قبرستانی که قبلا قرار اینطوری بوده، از اون قبرستان باید تمامش رو صاف میکردن و اثری از فریدون فرخزاد نمیموند. این انسان والا آمد به کمک دوستانش، رفتن یک قبر در یک قبرستان دیگه خریدن، اومدن جنازه فریدون از اونجا برداشتن بردن در اونجا، سنگ بسیار زیبا. نمیدونی دکتر نقره‌کار این انسان شریف چقدر وقت گذاشت، چقدر انسانیت به خرج داد برای اینکه این تعهد بر خودش ایجاد کرد. ای کاش همه ما مثل اینا بودیم، باور کنید من اصلا حیرت میکنم. ببخشید، بفرمایید. بله، نه من فکر میکنم نکته رو که در مورد فرخزاد میخواستم بگم به هر حال اون چیزی که به ذهنم رسید گفتم و نمیدونم اگر اجازه بدید حالا روی موضوعهای دیگه یا خواهش میکنم بفرمایید. ما دفعه قبل صحبت کردیم، قرار شد که یک کمی راجع به اون کشتارهایی که البته در همین ماه هم اتفاق افتاده و به طور کلی در تمامی ماها در رابطه با اقلیت‌های مذهبی و یا دگراندیشان مذهبی و دینی شدم یک اشاره‌ای داشته باشیم و نمیدونم، من فکر کردم که یک یادی هم از اونا بشه به این مثلا اشاره داشته باشیم. نمیدونم نظر شما چی هست، آیا گفته دیگه سوال دیگه مطرح هست؟ شما بفرمید، منم سوالات هم مطرح میکنم. بفرمید. و من چون باز ماه مرداد مطرح شد در مورد کشتار دگراندیشان سیاسی، به ویژه همین کشتار بزرگ سال 67، خب ما صحبت زیاد داشتیم در برنامه شما و خب باز هم هرچه بیشتر داشته باشیم کم هست با توجه به موج فاجعه و عمق اون فاجعه. اما یک نکته ایرم که بهش کمتر پرداختیم ما، رفتاری است که حکومت اسلامی با دگراندیشان مذهبی داشته در طول این 33 سال. بله، من اجازه بدیم به سامان بگم که دکتر نورکار یه مقدار عکس فرستادن به برای ما که راجع به همین رهبران مذهبی هست، به برای شما فرستادم. بله بفرمایید دکتر نارکا. بله من اتفاقا همین صبح یه مقداری فرستادم و یاد داشتی گذاشتم که داشتم با خودم فکر میکردم دیدم واقعا به این موضوع کم پرداخته شده. بله. البته خب خوشبختانه در رابطه با مسئله بهائیان و بهائیت و کشتار بهائیان، خب این روزها بیشتر به این مسئله پرداخته میشه، مقاله‌های خوبی نوشته میشه، کارهای ارزشمندی میشه، ولی به طور کلی من میخوام به این مسئله اشاره بکنم که این عدم تحمل دگراندیشان مذهبی در جامعه ما واقعیتش این هست که اصلا تاریخاً به نوعی نهادینه شده و اون چی که بر تاریخ، یعنی تاریخ اقلیت‌های مذهبی در جامعه ما واقعا تاریخ هولناکیست. هر دوره ای رو که بخوایم نگاه بکنیم نمونه‌های وحشتناکی از این به اصطلاح فاجعه‌ای که و فجایعی که در قبال اینا انجام می‌شد و ما شاهد خواهیم بود، چه قبل از حمله اعراب چه بعدش، دوره صفویه که اصلا اوجش بود به اونجایی که شیعه اثنی‌عشری در واقع دین رسمی جامعه میشه، بعد در دوره قاجاریه آنچه که با
بهائیان میکنن و حتی در دوره محمد رضا شاه چه که با بهائیا حتی میکنن و نمونه هاش با اون دکتر برجیس و فراوان نمونه هستش که میشه اشاره کرد. متو حکومت اسلامی واقعیتش این هست به عنوان یک حکومت دینی رفتاری رو که با دیگر اندیشان مذهبی داشت رفتار بسیار هولناک و تلخی بوده و هنوز هم این رو ادامه میده. من فقط خواستم به این مسئله اشاره‌ای داشته باشم که واقعیتش این هست که این حکومت در برخورد با اقلیت‌های مذهبی چه خمینی چه جانشینان خمینی میدونید همون راه صفوی و قاجاری و شیخ فضل‌الله نوری رو رفتن و کشتارهای زیادی رو از دیگر اندیشان مذهبی در طول همین 33 سال کردن. در مورد بهائیان میدونید فقط در گفته سازمان عفو بین الملل در فاصله سال 79 تا 92 حداقل 200 نفر از بهائیان به طور مشخص در ایران اعدام شدن. و در همین تاریخ ها و همین دوره ها میدونید سه کشیش رو به طرز فجیع به قتل رسوندن و یکی از رهبران سنی رو حاج محمد ضیایی رو به طرز فجیع کشتن و بسیاری دیگر از رهبران سنی ها رو میدونید. حتی یکی از اعضای جمعیت یهودیان رو که یه عضو 77 ساله ای بود به اتهام جاسوسی به شکل فجیع، فکر میکنم اسمشون فیض الله مخوبات بود اگر درست بگم، به شکل فجیع که حتی سازمان عفو بین الملل در واقع خیلی گرافیک این نوع کشتن اینو توضیح میده که بسیار هولناک و وحشتناکه. در مجموع میخوام بگم بعد یک کم کشته بودم پروفسور منوچهر حکیم. بله ایشون یکی از شخصیت های علمی جامعه ما، تنها به گناه بهایی بودن میدونید این پروفسور منوچهر حکیمو که خب غالب پزشکان و دانشجویان پزشکی با کاراش آشنا هستن رو هم سال 60 اعدام کردن، فقط به صرف این که ایشون بهایی بود و از دین خودش بر نمیگشت. یعنی نمونه از این دست، من حالا اسم آوردم ولی تأکیدم بیشتر نه روی بهاییان که به طور مشخص خب این روزها دربارشون صحبت هست، در مورد اقلیت‌های مذهبی دیگه هم حکومت اسلامی با دیگر اندیشان مذهبی دیگه هم همین کارو کرد و میکنه با مسیحیان، با یهودیان، با حتی بعضی از شیعیان، اندیشان مذهبی خودیشون، با دراویش، با نمیدونم اوجدی کاظمینی. بله دیدید که اونا مثل خود اینا آخونده، مثل هم اینا هم شیعه حسن اشعری گرفتنش بردنش زندان، هزار تا بیماری پیدا کرده. بله در هر حال میخوام روی این نکته تأکید بکنم، رفتاری که حکومت اسلامی با دیگر اندیشان مذهبی کرده و میکنه یکی از اون در واقع فجایع و مواردی است که ما باید روش مکث کنیم. واقعا کمتر بهش پرداخته شده. البته همونطوری که گفتم در مورد بهائیان خوشبختانه کار زیاد میشه، کتابای خوبی هم اخیراً در اومده که یکیش هم همون سرکوب و کشتار دیگر اندیشان مذهبی در ایران هست که سهراب نیکوصفت در دو جلد منتشر کرده. کارهای خوبی تو اون زمینه میشه، ولی در مورد سایر اقلیت‌ها به ویژه سنی ها و از یهودیان و مسیحیان خب کمتر بهش توجه شده. این هست که من لازم دونستم اینجا یه اشارهی به این مطلب داشته باشم که اگر بشه خب تو برنامه‌های مختلف به روی ریشه های ریشه یابی این مسئله و اصلا روی یه برخورد تاریخی منطقی با این مسئله هم یه مقداری مکس داشته باشیم. دکتر نارکار عزیز، من به هفته گذشته با شما صحبت میکردم به این موضوع اشاره کردم، باز دوباره میخوام این موضوع رو تأکید بکنم روش. ببینید الان قراره در همین 20 روز آینده کنفرانس غیر متعهدها در تهران تشکیل بشه با مهمانداری آقای احمدی نژاد، چرخ ششم درشکه و رهبران جمهوری اسلامی. اینا از حالا گویا حدود 5000 نفر، 3000 نفر مهمانان رسمی، حدود 5000 نفر هم میگن به طور غیر رسمی اینا در تهران تصمیم گرفتن 10-12 روز به طور کلی تعطیل کنن برای اینکه بتونن از نظر امنیتی مهمانان رو حفظ بکنن و برنامه های بزرگ تدارک دیدن برای باشکوه برگزار کردن هرچی بیشتر این کنفرانس غیر متعهدها.
شما از اونجایی که آدم فعالی هستید، در اکثر سایت ها من دیدم مقاله می‌نویسید، در فیسبوک، در یوتیوب و در محافل مختلف راجع به این مسائل صحبت می‌کنید. من هفته گذشته به چند نفر پیشنهاد کردم که ما یه اکسیون بزرگ ایجاد بکنیم و در تمام کشورهایی که سکونت دارن ایرانی ها، این موضوع رو به سازمان‌های مختلف سیاسی، به کشورهای غیر متعهد نامه بنویسیم و این جنایاتی که رژیم در عرض این 33 سال گذشته در میهن ما کرده برای اینا بفرستیم. به این سادگی اجازه ندیم که رژیم در حالی که خون بچه‌های ما رو می‌ریزه، زندان‌های ما مملو از زندانی سیاسیه و بلاهایی که سر روزنامه‌نگاران ما میاره، بعد بیاد کنفرانس غیر متعهدها به وجود بیاره و بخواد این نمایشات مسخره رو در ایران اجرا کنه. نظرتون نیست، پرسیدم ولی دوباره میپرسم، با این پیشنهاد من موافقت دارید شما؟ بله، من فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبی است و خب بهتره و همونطوری که گفتم خود من به عنوان یک فرد ایرانی حاضرم هر کاری که از دستم برمیاد تو این رابطه بکنم. برای اینکه همونطوری هم که اشاره کردید، اصلا برگزاری این کنفرانس درست در ماهی هست و درست در زمانی هست که اون جنایت ها رو انجام دادن در ایران. واقعا اون کشتار فجیع و اون کشتار بزرگ سال 67 انجام شد تو این ماه و خب همین کشتارهایی که ما تنها به دو نمونش اشاره کردیم، بسیاری از قتلهایی که به عنوان قتلهای زنجیره‌ای اتفاق افتاد، بسیاری از قتلهایی که همون کشتارهای 57-58، کشتارهای 60، سایر کشتارهای دیگه واقعا بخشهای زیادیش در همین ماه انجام شد. اما مناسبتش هم با همین کشتار بزرگ سال 67 میتونه خود همینم در واقع یک موضوعی باشه که ارتباط داده بشه به همین مسئله کنفرانس و واقعا خواسته بشه از کسانی که در این کنفرانس شرکت میکنن یا اون رسانه‌هایی که هستن اصلا راجع به همین موضوع پرسشی مطرح بشه از رهبران حکومت اسلامی که اصلا خب در این ماه میگوین چنین اتفاقی در این مملکت شما افتاده. آخه چرا؟ به چه دلیل بایستی در یک ماه، در همین ماهی که ما در کشور شما هستیم، در عرض یک ماه چند هزار دگراندیش سیاسی و عقیدتی به دار آویخته بشن؟ با اینکه کشورهای عدم تعهد، من نمیدونم منظورشون از تعهد و عدم این تعهد چیست و چقدر نسبت به انسانیت و کرامت انسانی و حقوق بشر تعهد دارن اینا. کاملا. در واقع اگر تعهدی هست به این مقوله ها، لااقل تو این زمینه که الان ما صحبتشو میکنیم، اینها میتونن این سوالات رو اونجا مطرح بکنن که خب این فجایعی که تو همین ماه اتفاق افتاده واقعا چه ارتباطی اصلا پیدا میکنه با اون تعهدات انسانی و تعهدات حقوق بشری. من واقعا با پیشنهاد شما موافق هستم. یه مطلبی که در انتهای صحبتم با شما میخوام مطرح بکنم اینه که بار دیگر باید واقعا دکتر نورکار درود فرستاد به این زنان قهرمان ایران. حیدر مصلحی و مقامات سپاه پاسداران اقرار کردند که این مسئله حجاب و عفافی که این بازی که اینا در آوردن در مملکت و مبارزه با زنان میهن ما به خصوص در فصل تابستان که میشه، این مانورایی که انجام میدن در عرض 33 سال گذشته با شکست روبرو شده، با همه دستگیری‌ها، تحقیرها، کتک زدن‌ها و جنایات که اینا کردن، نتوانستن این موضوع رو جا بندازن که دخترها و زنان میهن ما رو وادار بکنن تو اون کفنایی که اینا درست کردن برن تو اون کفنا. و این حیرت آوری که هم سپاه پاسداران و همین مرده که دروغ زن رئیس وزیر اطلاعات در آخرین مصاحبه کردن گفتن با تمام سختگیری‌ها ما نتوانستیم این مسئله حجاب و عفاف رو تو جامعه، به اصطلاح اونا، البته عفاف که چه عرض کنم، در قاموس اونا عفاف یه چیز دیگه است، در حالی که عفاف و حجاب، عفاف در حجاب نیست، عفاف در تربیت خانوادگی است، اون چیزی که اونا ندارن. در هر صورت خواستم این آگاهی رو به شما و عمیانان بدم که آقای وزیر دروغزن اطلاعات و مقامات سپاه پاسداران به این موضوع اقرار کرد. سپاسگزارم ازتون دکتر نقره‌کار، تا هفته آینده که باز راجع به این مسائل صحبت میکنیم. منم از شما سپاسگزارم. قربان شما برم. خب عمیانان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.